به نام خدا و بارد سلام به خبرهای امروز چهارشنبه سوم ثور سال 1399 خورشیدی با من خوشا مبارز خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. آغاز روند توزیع کمک ها از سوی حکومت در ولایت بلخ. اما 50 میلیون که آمده بود از او برای 15 هزار خانواده ما مواد غذایی اجالتا تهیه کردیم. شهید شدن 11 نیروی امنیتی در ولایت سرپل. شب گذشته گروه طالبا همزمان بالای ولسوالی های سنچارگ و سوزمقلا و یک قسمتی از مرکز شهر سرپل حملات تهاجمی داشتند. و نگرانی ها از قحطی مواد خوراکی در بخش های از ولایت بدخشان. مشروع خبرها. برای 1000 خانواده نیازمند از سوی کمیته توزیع کمک ها آرد و روغن مساعدت گردید. رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید قرار است برای 15000 خانواده بی بضاعت در 12 ناحیه شهر مزار شریف این کمک ها توزیع شود. در همین حال شمار از خانواده های نیازمند ادامه قرنطینه را نگران کننده بیان کرده خواستار کمک های بیشتر حکومت شدند. نخستین کمک های مواد غذایی پس از وضع محدودیت ها از سوی حکومت در شهر مزار شریف. اینجا مقام های محلی بلخ جهت دستگیری خانواده های بی بضاعت برای 1000 خانواده نیازمند آرد و روغن مساعدت می کند. محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ که مسئول کمیته توزیع کمک ها معرفی شده است می گوید در این روند قرار است برای 15000 خانواده نادار در 12 ناحیه شهر مزار شریف آرد و روغن کمک شود. اما 50 میلیونی که آمده بود از او برای 15000 خانواده ما مواد غذایی اجالتا تهیه کردیم که یک شامل یک بوری هارد 50 کیلویی و یک بشکه روغن 5 کیلویی است و قرار است که اگر کمک های بعدی هم برسه در ولایت بلخ که شامل کمک های ازبکستان و از حالت استرار برای ما وعده کرده 2000 تن که هنوز نرسیده، در مرحله بعدی هم انشاءالله به توزیع صورت میگیره. تا حالا که ما با شما صحبت میکنم بیشتر از 20000 خانواده ما با تیم تکنیکی که داریم آمار دقیق است خدمت شما که بیشتر از 20000 خانواده تشخیص شده. با این حال شمار از شهروندان مزار شریف از دشواری های زندگیشان در روزهای قرنطین شکایت کرده خواستار ادامه کمک ها بر خانواده های نیازمند هستند. در یک ماه قرنطین بودیم، در چی رقم مشکلات خود ما، خانه ما، زندگی ما، اولادای ما، خود ما یک بیوه بیچاره نیازمند در چی رقم مشکلات ما سپری کردیم. آلی هم که یک همه قدر کمک کده ای برای ما چی میشه؟ ای برای ما چی میشه؟ اگر میشه که درد اگر دوا کنه، درد ادامه کنه، ما خود ناتوان هستیم، نیازمند هستیم، از پایم معیوب هستم. یک تعداد فامیلی که 4 نفر، 5 نفر باشه امکان داره برای 10 و 12 روز شوه. اگر فامیلی 10 و 12 نفر باشه ده 5 روز نمیشه. بازم از مقام های بالا خواهیم خیر بینن، خانه شان آباد با عزت و با ایمان باشه که از ملت خودتو با خبری میکنه، الله پاک از او با خبری کنه. این کمک ها در حال برای این خانواده ها توزیع می شود که بر اساس آمارها هم اکنون بیش از 20000 خانواده بیجا شده و عودت کننده در بخش های از ولایت بلخ در شرایط بد اقتصادی شب و روزشان را سپری می کنند. 11 نیروی امنیتی در نبرد با طالبان در ولایت سرپل شهید شدند. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل با تایید این خبر می گوید طالبان شب گذشته در حمله بالای ولسوالی های سنچارک، سوزمقلعه و قسمت از مرکز شهر با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شده و حملاتشان عقب رانده شد. آقای همانی می گوید بر گروه طالبان نیز تلفات وارد شده، اما آمار دقیق از آنان تا اکنون به دسترس نیست. طالبان شب گذشته همزمان در 3 استقامت بالای ولسوالی های سانچارک، سوزمقلعه و مرکز شهر سرپل حمله کردند. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل میگوید این حملات طالبان با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و دفع کردید. در این حملات طالبان 11 نیروی امنیتی شهید و نزدیک به 20 تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی والی سرپل میگوید به گروه طالبان نیز تلفات وارد شده است. شب گذشته گروه طالبا همزمان بالای ولسوالی های سنچارگ و سوزمقلعه و یک قسمتی از مرکز شهر سرپل
حملات تهاجمی داشتند که حملاتشان پس از چندین ساعت درگیری عقب زده شد توسط نیروهای امنیتی. متاسفانه در این سه استقامت 11 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید داریم، 19 نفر زخمی داریم، یک نفر در ولسوالی سوزمقله ما اسیر دشمن گردیده. از دشمن هم تلفات دارن اما ارقام دقیقش هنوز در اختیار ما قرار نگرفته، ولی در ولسوالی سنچارک چندین میل کلاشینکوف دشمن در میدان نبرد باقی مانده بود که به دست نیروهای امنیتی افزوده. بخشی از ولایت سرپل در شمال افغانستان هر از گاه گواه فعالیت‌های ضد دولتی جنگجویان طالب بوده است. در کنار چالش‌های امنیتی، هم اکنون سرپل از سوی دو والی اداره می‌شود و هر دو مدعی رهبری این ولایت هستند. ادامه خبرها پس از وقفه. خوش آمدید به ادامه خبرها و نگاه زودگذری داریم به چند رویداد مهم دیگر. شورای امنیت ملی افغانستان به ادامه روند رهایی زندانیان طالب از بند دولت از رهایی 71 تن از زندانیان دیگر این گروه خبر داده است. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که این زندانی های طالبان با توجه به سن، وضعیت صحی و مدت متباقی مانده مجازاتشان آزاد شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید این زندانیان در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، فاریاب، اروزگان و بغلان آزاد شدند. پیش از این دولت افغانستان 361 زندانی طالب را آزاد کرده بود که به احتساب آزاد شدگان اخیر شمار آنها به 432 نفر رسیده است. از سوی دیگر طالبان نیز تاکنون 60 زندانی را آزاد کردند، اما دولت افغانستان اعلام کرده است از میان افراد آزاد شده تنها 19 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان بوده، متبقی افراد غیر نظامی هستند. باشندگان مناطق مرزی بدخشان با خطر قحطی و گرسنگی روبرو هستند. اعضای شورای ولایتی، مسئولان محلی و شمار از باشندگان ولایت بدخشان با اظهار نگرانی از افزایش محدودیت‌های دسترسی به مواد غذایی میگویند که پس از بسته شدن پل‌های مرزی میان بدخشان و تاجیکستان، باشندگان چندین ولسوالی مرزی باید با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند و میزان دسترسی آنان به مواد اولیه نیز به صفر رسیده است. با گفته آنان، باشندگان مناطق مرزی بدخشان از این پیش بخش بزرگ از نیازمندی های غذاییشان را با عبور از پل‌های مرزی از خاک تاجیکستان تأمین می‌کردند، اما اکنون پس از تهدید کرونا و افزایش ناامنی‌ها در مناطق مرزی ولایت، تاجیکستان مرزهایش را برای باشندگان این مناطق بسته است. حالا هم یک خبر خارجی. بهای نفت برغم توافق عربستان، روسیه و آمریکا بر سر کاهش تولید آن به پایین‌ترین نرخ خود در دو دهه گذشته رسید. هرچه ویروس کرونا در جهان بیشتر شیوع پیدا می‌کند، بهای طلا سیاه نیز کاهش می‌یابد. یک بشکه نفت خام که 159 لیتر می‌شود، به قیمت 27 دلار رسیده است. قیمت نفت به پایین‌ترین نرخ خود در 21 سال گذشته رسیده است. قیمت نفت خام در بازار تگزاس نیز به نازل‌ترین نرخ خود در 21 سال گذشته رسید و در بازار بورس 14 دلار و 84 سنت داد و ستد شد. بهای نفت در روزهای گذشته با شیوع بیشتر ویروس کرونا در جهان روز به روز افت بیشتری پیدا کرد. کاهش بهای طلای سیاه دلایل متعددی دارد. علاوه بر جنگ نفتی عربستان و روسیه بر سر مقدار تولید نفت، پر شدن انبارهای ذخیره نفتی چین و آمریکا نیز یکی دیگر از عوامل سقوط قیمت نفت بوده است. اما دلیل اصلی پایین آمدن قیمت نفت، کند شدن روند رشد اقتصادی جهانی اعلام شده است. در قیاس با اوایل سال جاری میلادی، نفت خام در بازار تگزاس حدود 70% و نفت خام جهانی برند 68% سقوط کرده است. کارشناسان امور نفت گفتند که ادامه این روند کشورهای تولید کننده نفت از جمله اعضای سازمان اوپک، روسیه و آمریکا را مجبور کرده است که برای مهار سقوط بهای نفت توافق کنند. سازمان کشورهای تولید کننده نفت و شرکا هفته گذشته بر سر کاهش تولید 10 میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند. با این حال بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا
بهای نفت را به نازل‌ترین سطح در طی 2 دهه اخیر رسانده است. برغم کاهش روز به روز بهای نفت، کارشناسان امور نفت هنوز امیدوارند تا پایان سال جاری میلادی وضعیت اقتصادی در جهان بهبود یابد و دوباره تقاضا برای نفت افزایش پیدا کند. توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 95 پول، یک یورو واحد پول اروپا 81 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 900 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 473 افغانی. و پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین آن 19. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین آن 11. سرپل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین آن 7. میمنه نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایینترین آن 17. فیض‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایینترین آن 12. طالقان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین آن 14. کندوز نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین آن 16. پلخمری نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین آن 16. شبرغان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین آن 18. و ایبک نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین آن 15. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.